سلام میکنم به همه دوستای خوبم امیدوارم حالتون خوب خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدین بیایید با هم یک مدار یه خورده پیچیده تر از مدار جلسات قبل رو بکشیم تا ببینیم که میخوایم چی رو روی این مدار تحلیل بکنیم فرض کنید یک باتری داریم و این سیم ها رو به همین شکلی که من دارم میکشم داریم و میایم این سیم ها رو یعنی اینجا من میام یک خازن قرار میدم و بعد میام یک خازن دیگه هم اینجا قرار میدم به این شکل مثلا این خازن و بعد دوباره میام یک خازن دیگه هم اینجا قرار میدم که ببخشید کت شد اینا همه خازن خب و فرض میکنم که ظرفیت این خازن بالایی هست C1 خازن دومی C2 دو و خازن پایینی C3 هدف اینه که بیام تحلیل بکنم و ببینم که اینجا داره چه اتفاقایی رخ میده خب و بیایید فرض بکنیم که مثلا این باتریمون سر مثبت و منفیش اختلافش هست ولت حالا خیلی مهم نیست اصلا چند ولت فرض کنیم هست دوازده ولت در این صورت این نقطه رو شما در نظر بگیرید پتانسیل این نقطه با این نقطه و با این نقطه همه اینها با هم برابره یعنی اختلاف پتانسیلشون صفره به این دلیل که اگر صفر نباشه الکترون های آزاد روی این سیم رسانه کامل میتونن بدونه صرف انرژی جابجا جا بشن و برن به سمت نقطه پتانسیل بیشتر انقدری که پتانسیل اون نقطه برابر بشه با پتانسیل نقطه قبلی بنابراین همه نقاط روی این سیم پتانسیلشون همین وی سر منفی باتری هست و همینطور همه این نقاط یعنی این نقاط همه پتانسیلشون برابره پس یادتون باشه روی همه نقاطی که با سیم رسانا به هم متصلن پتانسیل برابره یعنی اختلاف پتانسیل صفر خب پس من میتونم بگم که پتانسیل این نقطه هم هست وی منفی این نقطه هم هست وی منفی این نقطه هم هست وی منفی همینطور پتانسیل این نقطه هست وی مثبت یعنی این نقطه با سیم وصل به این سر باتری همینطور این نقطه و همینطور این نقطه بنابراین این که من میگیرم اینه که حضور خازن‌های های 2 و سیسه مثلا هیچ اثری روی رفتار خازن C1 نداره برای اینکه اختلاف پتانسیل دوسرش رو تغییر نمیده و باری که روی خازن C1 ذخیره زر... میشه در هر صورت برابر هست با C ضرب داره وی باتری یعنی 9 ولت قبول و باری که روی سی ذخیره میشه برابر هست با سی2 ضرب داره، 12 ولت و باری که روی سیسه ذخیره میشه برابر هست با سی سه ضرب در 12 ولت قبوله پس من تونستم بار ذخیره شده روی همه اینها رو به دست بیارم خیلی راحت ظرفیتشون رو ضرب کردم در اختلاف پتانسیل دو سرشون و اختلاف پتانسیل دو سرشون هم چون همه به دو سر باتری وصلن با سیم برابر بود با همون دوازده ولت حالا من از این چه نتیجه ای می میگیرم از این نتیجه میگیرم که مجموع باری که روی این سه خازن ذخیره شده یعنی Q1 به علاوه Q2 به علاوه Q3 که من اسمشون میذارم کیو بزرگ برابر هست با C1 به علاوه سی 2 به علاوه سی 3 ضرب در 12 ولت قبوله؟ حالا فرض بکنید که من یک خازن دیگه داشتم که اندازش بود c برابر این یعنی سی به علاوه سی 2 به علاوه سی 3 اگر من می اومدم و سی اتی رو وصل می کردم به دو سر این باتری یعنی این شکلی یک مدار می ساختم خب که این همون دوازده ولت بود و این بود سی اتی، در این صورت باری که روی این خازن ذخیره می شد یعنی کیو تی برابر بود با سی تی ضرب در ولتاژ دو سرش یعنی سی تی ضرب در دوازده ولت که در نتیجه می بینید که سی تی هم که همون سی یک به علاوه سی دو سی سرست. من نتیجه می گیرم که کیو من دقیقا می همون QT یعنی باری که روی این خازن ذخیره می شد دقیقا برابر بود با باری که روی مجموع این سه خازن ذخیره شده اختلاف پتانسیل این دو نقطه هم که با اختلاف پتانسیل این دو نقطه برابر دیگه هر دو وصلا به دو سر باتری یعنی دوازده ولت میشه اختلاف پتانسیل دو سرش بنابراین من میتونستم بیام و کل این مجموعه خازن ها رو فرض بکنم که درون یک جعبه دربستن و این جعبه دقیقا داره برای من رفتاری مشابه من اینو باید عوض میکردم رفتاری مشابه یک خازن نشون میده که ظرفیت اون خازن هست سیه و سیه برابر هست با سی یک به علاوه سی دو به علاوه سی سه بنابراین ما به این آرایش خازن ها میگیم آرایش موازی یعنی موازی وقتی میگیم که دو سر ها همه به یک نقطه متصل باشه با سی. در حقیقت اختلاف پتانسیل دو سرشون برابر باشه بنابراین در آرایش موازی خازن ها من میتونم همه خازن ها رو بردارم و به جاشون یک خازن معادل بذارم که اندازه اون خازن برابر هست با سی یک به علاوه سی دو به علاوه سی سه و در این صورت رفتاری که من از اون خازن ها می بینم یعنی باری که در اون خازن ها ذخیره میشه دقیقا برابر هست با باری که در اون خازن معادل ذخیره میشه اگر پتانسیل دو سرشون ثابت باشه پس همیشه یادتون باشه که خازن معادل در مجموعه موازی خازن ها یعنی اینها اگر ما کلی خازن اینجا داشته باشیم که اینها همه اینها که خازن های من اشتباه کردم اینا اصلا خازن های موازی نبودن اگر ما این شکلی خازن های موازی داشته باشیم سه و حتی چهار تا که همه اینها یک سرشون وصل باشه به یک نقطه در این صورت مجموعه این خازن ها معادل یک خازنی هستند که اندازش هست سی یک به علاوه سی دو به علاوه تا آخرین خازن من که باشه CN. خیلی هم خوب ما الان تونستیم خازن معادل مجموعه خازن‌های موازی رو حساب بکنیم در ویدیو بعد میبینمتون خداحافظ